سرخط مهمترین های امروز. سلام علیکم. سیاف خواستار راه حل سیاسی میان عطا محمد نور و ریاست جمهوری. این رهبر جهادی حمله یه روز گذشته در کابل را جنایت در برابر انسانیت میخواند. نه تنها که جنایت است، بلکه یک نوع وحشت و جنون و خروج از دایره انسانیت است. خاکسپاری قربانیان حمله دیروز در کابل، بسیاری جان باختگان جوانان دانش آموخته هستند. از یک محصلین بلن دانشجو بلن کشن مرکوشن شویس جو تریست ایونت جام ہو جاتے ہیں. هشدار اسلام آباد به امریکا از اقدام نظامی یک جانبه در خاک این کشور. پاکستان حضور پناهگاه های امن عراس افغانان در این کشور را رد می کند. حکومت متهم به کمکاری در تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی. به زودی شمار از زندانیان این حزب از بند آزاد می شود. آخر هفته جدید اونا هم بخیر تکمیل میشه و 90 نفر از مجاهدین حزب رها میشه. و حمله دو مهاجم داعش بر کلیسای در مصر، در این رویداد 5 تن کشته شدند. سلام و عصر جمعه تان بخیر. بیننده مهمترین ها از یک استید. عبدالرب رسول سیاف خواستار راه حل سیاسی میان عطا محمد نور و ریاست جمهوری است. این رهبر جهادی از همه طرف ها می خواهد که به جای سخن های خرد و ریزه در تامین امنیت کشور تلاش کنند. از سوی هم شمار از باشنده های ولایت های مرکزی، مشرقی و جنوبی پشتیبانیشان را از عطا محمد نور اعلام کردند. هنوز جنجال‌های برکناری عطا محمد نور میان ارگ و جمعیت حل نشده باقی مانده است و با گذشت هر روز واکنش‌های مردم و رهبران جهادی آشکارتر می‌شود. سمینار علمی امروزی من را در تازه‌ترین مورد عبدالرب رسول سیاف درباره برکناری عطا محمد نور می‌گوید که سلامت کشور در تامین صلح و ثبات است و باید این مشکل از راه تفاهم حل شود. سلامت ملک، عزت ملک، حیثیت و آبروی ملک، آرامش، تأمین ثبات و امن در ملک ایجاب ازیر میکنه که از گپای خرد و ریزه تیر شویم، با همدیگر تفاهم بکنیم، دست برادری و دوستی بتیم و کشور را از این حالت رقتبار بیرون ببریم. اینجا هم مراسم پشتیبانی از ولی برکنار شده بلخ برگزار شده است. شمار از باشنده های ولایت های زابل، میدان وردک، پکتیا و برخ ولایت های دیگر به هدف از انتقاد دولت و پشتیبانی عطا محمد نور گرد آمدند. راستی دسیسه‌سازی پریش دی، یو آلی تسر ورسی، داشت استاد عطا پر برابر بندی توتیه جولیجی، راستی در طالب او تا تروریست پا مقابل که جول کو، راستی در سولی پر پروگرام بندی کار وکو، راستی در امنیتی کواهو در شوالی بخاطر بندی کار وکو. آنها هشدارهای نیز به حکومت دارند. وایرا ارکنشینان، وایرا رئیس های اجرایه به دقت بدونه که ما آماده هر نوع مشکلات هستیم. مونږ دا ورته وایو چې ته تنها نه یې، ستا سره په څنګ کې د هد دې هیواد هر بچی او هر هغه واقعي افغان له تا سره ولاړ دی. نزدیک به دو هفته پیش رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور را منظور کرد و به جای وی انجینیر محمد داوود را والی بلخ مقرر کرد، اما تا هنوز والی جدید به کارش آغاز نکرده است. در تازه‌ترین مورد ارگان‌های محل گفته است که به زودی والی جدید بلخ به گونه رسمی معرفی تا به کارش آغاز کند. انجام عمله های انتحاری در اسلام جای ندارد. عبدالرب رسول سیاف حمله روز گذشته در کابل را جنایت در برابر انسانیت می خواند. این رهبر جهادی که در یک کارگاه علمی در کابل صحبت می کرد می گوید داعش و دیگر گروه ها به خاطر بدنامسازی اسلام ایجاد شدند و این گروه ها با استفاده از نام اسلام هر روز شهروندان کشور را به خاک و خون می کشانند. عماد رستایی گزارش می دهد. کابل روز گذشته گواهی یک رویداد خونین بود.
رویدادی که یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاریش را در میان افراد ملکی در یک مرکز فرهنگی انفجار داد و ده‌ها تن را به خاک و خون کشید. عبدالرب رسول سیاف در واکنش به این رویداد این حمله را جنایت در برابر بشریت می داند و می گوید هر حمله ای که سبب کشتار افراد بیگناه می شود حرام است و در اسلام جایی ندارد. عملی که دیروز صورت گرفته نه تنها که جنایت است بلکه یک نوع وحشت و جنون و خروج از دایره انسانیت است. قتل مردم بیگناه، کشتنشان و انفجار دادن خود در بینشان دریجه چند جنایت با هم دست میته و یک جای میشه. خود خودکشی یک جنایت است. امی انتحار خودش ارتکاب یک حرام است، ارتکاب یک جنایت است. آقای سیاف تاکید میکند که گروه های حراس افغان به ویژه داعش چهره اسلام را در نزد جهانیان خدشه‌دار ساخته و با استفاده از نام اسلام دست به هر گونه جنایت میزنند. همین کارایی که داعش علی میکنه، همین کارایی اقتدادکارایی که همین مخالفین مسلح دیگه کردن در حق مردم و به نام اسلام کردن، یک نوع تحجر را تمثیل کردن، یک نوع سیاستی را پیش گرفتن که دل مردم را از اسلام بد کرده رفتن. در بخش دیگری از صحبت‌هایش آقای سیاف میگوید حراس افغانان به ویژه داعش برای بدنامسازی اسلام تأسیس شده است و عملکرد این گروه ها زمینه را برای بیزاری مردم از اسلام فراهم کرده است. اینمی مجموعه هایی که از اسلام یک تصویر غلط بتن ایجاد کردن، رشد دادن و زمینه فعالیت برشان مساعد شد تا که یک نمونه غلط، یک تصویر غلط، یک نقش غلط را از اسلام برای مردم ترسیم کردن که مردم خدا نخواسته فاصله بگیر. سال هاست که حراس افغانان و داعش زیر نام اسلام دست به جنایت های گوناگون در کشور زده و هر روز از شهروندان کشور قربانی می گیرند. این گروه ها حتی نمازگزاران را در مساجد نیز هدف قرار دادند. از سوی همعالمان دین همواره جنگ این گروه ها با نظامیان کشور و حمله های مرگبار این گروه ها که بیشتر افراد ملکی را هدف قرار دادند را حرام خواندند. اما بسیاری جانباختگان حمله بر مرکز فرهنگی تبیان جوانان دانش آموخته هستند. الهه یکی از این جانباختگان است که دانشجوی سال چهارم دانشگاه طبی کابل بود. همکارم نرگس اورش که به محل خاکسپاری الهه و برخی دیگر از قربانیان حمله دیروز رفته میگوید خانواده های قربانیان حکومت را به ناتوانایی در تأمین امنیت شهروندان کشور متهم میکنند. ساعت 12 بعد از ظهر است. از صبح زود تا حالا پی هم قبر حفر می کند. امروز بازار کارش گرم است. تا اکنون بیشتر از 15 قبر را حفر کرده. قبرهایی که برای جانباختگان حمله دیروز آماده می شوند. امروز نسبتاً به دیگر روز 20 دانه 30 دانه جنازه خواهی اینج. مجبور مکلفه که بیکنی. هر روز ده تا میکنده، امروز 20 داره قبر کنده. خب هر بخش اینجا یک جسم بیروح را سهم خودش میسازد. بسیاری کسانی که به این قبرستان آورده شدند جوانانند، بیشترشان هم دانش آموخته. پیکر الهه را با عالمی از اندوه بردوش کشیدند. الهه دانشجوی سال چهارم دانشگاه طبی کابل بود. انتحاریات داخل شدم، کل از یک محصلین بودن، دانشجو بودن کنشم، مرکوشم شایی ساختم. که از جمله که بدر زدیم از کسیم شاره تو مالجه کابل بود. بیم این مراسم دینی اشتراک کرده بود. بشه آدرسی دیگه یک بدر خوار زدیم، دیگه من بستر از فیلم دوازی رک برخوام.
سازش عمومیش فعلا فضل خدا خوبتر است. ما اصل سال 4-5 تیمولوژی کابل. پدر الهه میگوید با شور و اشتیاق به سوی برنامه مرکز تبیان رفت، اما پیکر سوختش به خانه آمد. این دختر ما چی گناه داشت؟ یک محصل بود اونجا میرفت تدریس، غیر از اینکه محصل تب بود که در آینده باید دکتر میشد، از سرمایه این مملکت زحمت کشته به اون جای رسید. هم در آینده هم چون میخواست که مسائل احکام دین را چی کنه، اون به شهادت رساندیم. تا زمان میگذرد پیکرهای دیگر نیز از راه میرسند. محمد شریف جوان دیگری است که در حمله دیروز جانش را از دست داد. او آموزگار بود و آموزش‌های دینی به کودکان می‌داد، اما گروه داعش مجالش نداد. کسایی هستند فرهنگی بودند، آدمایی بودند اینا که واقعا فعال بودند، در که امروز واقعا قشر بسیار روشن فکر خود همه روز از دست می‌دهند. بستگان محمد شریف از او که میگویند اشک میریزند. سویه تحصیلیش هم لیسانس بود، تازه با بورسیه هم کامیاب شده بود. دیگه یک انسانی خوش اخلاق، انسانی بسیار ملایم. برخی عالمان دین چنین حمله ها را هراس افگنانه و خلاف قانون های اسلامی و انسانی میدانند. این عمل تروریستی، این عمل وحشانه‌ای که صورت گرفته در اسلام که هیچی در هیچ ادیان جایگاه نداره، در هیچ ادیان جایگاه نداره، هیچ نوع انسان و بشر چنین عمل وحشانه را انجام نمیدهد. این تنها دو قربانی رویداد روز گذشته بود. در حمله بر مرکز فرهنگی تیبیان 41 تن جان باختند. 41 تنی که با خود 41 خانواده و صدها تن را به گونه مستقیم داغدار ساختند. حمله ای که گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفت و نزدیک به 90 تن هم در آن زخمی شدند. هیچ پناهگاه امن هراس افگنان به ویژه شبکه حقانی در خاک پاکستان وجود ندارد. جنرال آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان میگوید اتهام های واشنگتن و کابل در این باره بی‌بنیاد است. از سوی همین مقام ارتش پاکستان به امریکا هشدار میدهد که از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه در داخل خاک پاکستان خودداری کند. اما وزارت دفاع ملی تاکید دارد که تمام رهبری هراس افگنان در پاکستان فعالیت دارند. پاکستان نمیتواند برای کابل مبارزه کند. جنرال آصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان میگوید هیچ پناهگاه امن هراس افغانان به ویژه شبکه حقانی در خاک این کشور وجود ندارد. او که در جمع رسانه های پاکستان صحبت میکرد میافزاید همکنون هراس افغانان از این کشور رانده شدند و اسلام آباد نمیتواند برای کابل مبارزه کند. در عملیات های نظامی ارتش پاکستان به ویژه ضرب عظم تمامی زیرساخت های هراس افغانان در پاکستان نابود شدند و همکنون هیچ گونه پناهگاه امنی برای هراس افغانان به ویژه شبکه حقانی در خاک ما موجود نیست و اتهام های افغانستان و امریکا در این راستا بی‌بنیاد است. شدگردی که ٹھکانے موجود ہونے کی انفاؤنڈڈ بات چیت جو ہے وہ چلتی رہی. هفته گذشته معاون رئیس جمهور امریکا در سفرش به افغانستان هشدار داده بود که پاکستان از گذشته های دور با هراس افغانان ارتباط دارد و اکنون زمان پناه دادن به گروه های هراس افغان توسط پاکستان به پایان رسیده است. اما سخنگوی ارتش پاکستان به امریکا هشدار می دهد که از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه در داخل خاک پاکستان خودداری کند. اور حالی میں امریکا کی طرف سے اسلام آباد به ایالات متحده آمریکا با صراحت گفته است که از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه در داخل خاک پاکستان خودداری کند و امروز من نیز بار دیگر تاکید می کنم که واشنگتن متوجه این مسئله باشد و نباید دست به چنین اقدامی بزند. اما وزارت دفاع ملی تاکید دارد که تمام رهبری هراس افغانان در پاکستان فعالیت دارند. تمام شبکه هایی که به تروریست ها خدمت میکنند و خودشان تروریست هستند، میبینین که در شورای کویتا، شورای گردی جنگل، شورای میرامشاه و شورای پیشاور فعالیت میکنند و این فعالیت ها باعث تهدیدات میشه در افغانستان. و در خود پاکستان شما دیدین که
رهبر القاعده از بین رفت، چند رهبر طالبا در اونجا از بین رفت و شما متقاعد می شده باشین که همه رهبران داعش که در افغانستان مورد حمله قرار گرفتند از بین رفتند، اکثرا پاکستانی هستند. مقام های امریکایی و حکومت افغانستان از دیر زمان تاکید دارند که اسلام آباد به هراس افغانان لانه های امن فراهم ساخته و از طالبان و شبکه حقانی حمایت می کند. چند پیش مایک پومپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA نیز هشدار داده بود اگر پاکستان پناهگاه های امن هراس افغانان را در داخل خاک خود از بین نبرد، واشنگتن برای تخریب این پایگاه ها هرچی در توان دارد انجام خواهد داد. دوباره خوش آمدین. ادامه مهمترین ها. به زودی شمار از زندانیان حزب اسلامی از بند آزاد می شوند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید تا یک هفته ی آینده 90 زندانی این حزب که بیشتر در فعالیت های نظامی و سیاسی دست داشتند از زندان های بگرام و پلچرخی آزاد می شوند. همزمان سخنگوی حزب اسلامی حکومت را در عمل کردن به مواد توافقنامه صلح با این حزب به کمکاری متهم می کند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه فرهنگ معافیت نگران است و تاکید دارد آزادی متهمان به نقض حقوق بشر نمی تواند رهگشای صلح در کشور باشد. محمد غازی رسولی گزارش می دهد. 8 ماه پیش در ماه ثور، نخستین گروه 55 نفری زندانیان حزب اسلامی از بند آزاد شدند. بر بنیاد ماده 11 موافقتنامه صلح حکومت با حزب اسلامی، حالا قرار است گروه دوم از زندانیان حزب اسلامی تا چند روز دیگر از بند آزاد شوند. زندانیانی که بیشتر به جرم‌های سیاسی و فعالیت‌های تخریبی و امنیتی محکوم به مجازات شدند، شمارشان به 90 تن می‌رسد. حزب اسلامی تاکید می‌کند حلقات در داخل و بیرون از نظام در روند رهایی زندانیانش از زندان‌های کشور دخالت می‌کنند، اما با گفته سخنگوی حزب اسلامی با این همه قرار است تا پایان هفته آینده یک شماری از زندانیان این حزب از بند رها شوند. هنوز هم تعداد کثیری از مجاهدین حزب اسلامی افغانستان در زندان‌های بگرام و پلچرخی و سایر ولایات به سر می‌برند. ان شاء الله در اواخر هفته جدید اونا هم بخیر تکمیل میشه و 90 نفر از مجاهدین حزب رها میشن. اما مواد موافقتنامه میان دو طرف تا کدام اندازه عملی شده است؟ آنچه حزب اسلامی کمکاری و پاگریزی حکومت میگوید عامل شده تا عملی شدن مواد درشت در موافقتنامه صلح میان حکومت و این حزب با کندی به پیش رود. ما از نحوه فعالیت و عملی شدن مواد توافقنامه از حکومت افغانستان چیزی که توقع و انتظار داریم اما آنگونه عملی نمیشه، بسیار به کندی پیش میره. توقف فعالیت های نظامی و جمع‌آوری جنگ افزارها دو مورد درشتی بود که حزب اسلامی با آن تعهد کرده بود، اما حکومت پیش از این انتقاد کرده است که این حزب گام های عملی در این دو مورد بر نداشته است. با این همه آیا رهایی این زندانیان بر روند صلح کمک میکند؟ امید که کمیسیون مستقل حقوق بشر از ادامه فرهنگ معافیت از مجازات آن هم از سوی حکومت سخت نگران است و باور دارد که رهایی زندانیان حزب اسلامی هیچ کمک به روند صلح در کشور نخواهد کرد. چون این اقدامات نتانسته برای تحکیم حاکمیت قانون، برای تامین عدالت، برای حکومت داری، برای بیبودی وضعیت حقوق بشر در گذشته در افغانستان مؤثر واقع نشده. امیدوارم که دولت افغانستان نهایت دقت به خرج بده و عدالت در این زمینه تامین بکنه و نهایت توجه بکنند که قربانیان منازعه و جنگ در افغانستان چی میخواهند که تا حقوق از این قربانیان دوباره نقض نشود. پیش از امضای توافقنامه صلح، بارها اعضای ارشد در رهبری حزب اسلامی گفته بودند که با پیوستن این حزب به حکومت بسیاری از بخش‌های شمال و شرق کشور از درگیری‌ها رهایی خواهد یافت، اما واقعیت امر چنین به نظر نمی‌رسد. پس از پیوستن گلبدین حکمتیار، جدا از اینکه نبردها فروکش نکرده، بل در بسیاری بخش‌ها درگیری‌ها شدت هم گرفتند.
باشندگان ولسوالی های چارگانه اندخوی ولایت فاریاب خواهان برگشت هرچه زودتر جنرال دوستم هستند. آنان در یک گردهمایی تاکید دارند که پس از رفتن معاون نخست ریاست جمهوری از کشور وضعیت در ولسوالی های چارگانه فاریاب و جوزجان خراب شده و در کل وضعیت این ولایت ها ناامن است. آنان همچنان از حکومت میخواهند که کتاب هایی که در مکتب های این ولایت درس داده می شود باید به زبان ازبکی و ترکمنی باشد. باشندگان ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب در مرکز این ولسوالی گرد آمدند و خواهان برگشت هرچه زودتر جنرال دوستم به کشور هستند. میگویند در نبود معاون نخست ریاست جمهوری امنیت ولسوالی های این ولایت به هم خورده و راه های جوزجان و فاریاب نیز از سوی مخالفان مسلح بسته شده است. ما دولت مرکزی در رأس دکتر زیب اشرفانی احمدزی جدا تقاضا میکنیم که هر چهار زمینه بدون قید شرط ورود رهبر ما را به کشور فراهم بسازند. چرا که بودنشان امروز در بین مردمشان در بین ملتشان یک شرط حتمی و ضروری است. روزی که جنرال صاحب دوستم به ترکیه رفتن امروز وضعیت خیلی بحرانی شده و تقریبا چشم ما میشه که رای مواصلاتی فاریاب جوزجان مسدود است. هیچ کارمندی حکومتی رفته نمیتونه، حتی آبرین عادی هم به مشکل رفت آمد میکنند. از سوی هم شمار از اینان تاکید دارند که در مکتب های ولسوالی هایی که زبان مردم در آن ازبکی و یا هم ترکمنی است هنوز هم کتاب ها به زبان های دری و پشتو درس داده می شود که باید تغییر داده شود. ما در اینجا هر چیز داریم ولی در مکاتب خود از کتاب های ازبکی کم است. به شاگردای خود تا که تدریس بکنیم از زبان مادریشان با خبر شوند، در حالی که زیادی شاگردای موجود داره که با زبان های پشتو، دری، حتی انگلیسی بلدیت دارن ولی با زبان مادری خودشان آنقدر بلدیت کامل ندارن. از دولت خود خواهش ما اینمی است، تقاضا ما اینمی است، کتابا زیاد نوشته شوه، کتابا چاپ شوه، کتابا به وقت معینش به مکاتب رسانده شوه و در هر ولایت این کتابای ازبکی ترکمنی باید درس تدریس شوه. اشتراک کنندگان این گرد همایی هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواسته هایشان توجه نکند دست به نافرمانی های مدنی از جمله بستن شاهراه ها در شمال خواهند زد. در جریان سال روان بیش از 1200 راسفگن در حوزه غرب کشور کشته و بیش از 1000 تن دیگر زخم برداشتند. فرمانده قول اردوی 207 ظفر میگوید این شمار راسفگنان در جریان عملیات های نظامی و حمله های هوایی کشته شدند. در تازه ترین مورد والی نامنهاد طالبان برای ولایت هرات همراه با 12 تن از فرماندهان سرشناس این گروه در عملیات نظامی نیروهای ارتش ملی در فرا کشته شده است. در این حال مقام های وزارت دفاع ملی از افزایش حمله های هوایی بر ضد راسفگنان خبر می دهد. خبرها همین قدر بود. ممنون از این که با یک استید وقت بر همه شما خوش. خدا نگهدار.